ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه ما هستند. جناب رحمانی، در طول ماه‌های گذشته اگر مسامحتاً بخوام عرض کنم، به طور میانگین هفته یک بار از این دست تجمعات رو ما شاهد بودیم. چرا به رغم این وجود از تجمعات همچنان به مطالبه های این افراد توجهی نمیشه از طرف حکومت؟ با درود به شما و بینندگان عزیز، باید عرض بکنم که ببینید این مدت هاست، بازنشستگان سال هاست باید بگیم اعتراض میکنن و خواسته ها و مطالبات معینی دارن و این خواسته ها و مطالبات هم متمرکز شده بر معیشتشون، درمان و همینطور مسائلی که مطرح میکنن قانونیه، یعنی بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق باید با توجه به قانون و میزان تورم سبد معیشت اضافه بشه. ماده 96 و 111 تامین صراحتا اعلام کردن و مسلما حاکمیت در تمام این سالها با قطره چکانی خواسته که همسان سازی را اجرا بکنه که نکرده و همینطور معیشت و دستمزد. مشکل اینجاست که ببینید حاکمیت به صندوق بازنشستگی بدهکاره، یعنی یه جاییه که انگار حاکمیت داره دست به جیب بازنشستگان میبره. بدهیش بیش از 400 میلیارد تومان هست به تامین اجتماعی و اینا با ایجاد تهاتر یه سری شرکت های ورشکسته را به جای این بدهکاریشون فروختن. خب مشکل بازنشستگان حل نشده و به همین دلیل ببینید اگر حاکمیت صدای بازنشستگان را نشنیده که شنیده، خب مسلما خواسته های اینا بر اساس تمام قوانینی که مطرح شده باید باشه و اینا باید بیان جواب مثبت بدن. اما چرا نمیدن؟ از یه طرف اینها نمیخوان عقب نشینی بکنن از اون سیاست پایین نگه داشتن هزینه زندگی مردم از یک طرف، از طرف دیگه خب این بدهکاری هاشون باعث شده که اینا نتونن، خود صندوق تامین اجتماعی نتونه کمک هایی به بازنشستگان مستمره بگیر بکنه و این مجموع شرایط شرایطیه که آینده روشنی برای بازنشستگان نمیذاره. همونطوری که تو گزارش شما هم بود میگفتن که فقط کف خیابون ما میتونیم حقمون رو بگیریم، بنابراین این به معنای اینه که تمام نامنگاری ها، تمام مراجعات بازنشستگان نتونسته موثر باشه و اینا تنها در خیابون میتونن این حقشون رو بگیرن. ممنونم از شما ستار رحمانی، فعال کارگری که از لندن همراه ما بودین.